فکرشو بکن که هرچی تو ذهنت رو به تصویر بکشی. حقیقتاً تبدیل متن به عکس با هوش مصنوعی ایده منحصر به فرد بوده و هست. همین ساخت عکس با هوش مصنوعی هر روز در حال پیشرفت و قطعاً در آینده اونایی که این متدها رو بلد باشن جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کنن. و باید بگم که در این مسیر نوشتن پرامپت خوب 90% راهه. و تعداد کمی از افراد دانش لازم بر نوشتن پرامپت خوب رو دارن. اگه میخوای جزء این دسته باشی با من همراه شو تا طرز نوشتن یه پرامپت اصولی رو بهت یاد بدم. اگه ویدیو قسمت اول تنسور آش رو ندیدی حتما ببین که توضیحات ابتدایی رو اونجا گفتم. برای تست تأثیر VAE با یه پرامپت ساده و ثابت VAE ها رو تغییر دادم. چون انیمه انتخاب کردم 3 تا گزینه برای VAE دارم. تو ویدیو قبل گفته بودم که نگاتیو پرامپت کاربردهای زیادی داره. مثلا یکیش برای افزایش کیفیت عکس هاست. برای پیدا کردن پرامپت کافیه فقط سرچ کنید. مثلا من عبارت نگاتیو پرامپت برای افزایش کیفیت عکس رو سرچ کردم. و میبینید که کلی سایت میاره که توش عبارت های مختلف برای پرامپت یا نگاتیو پرامپت هست. خب نگاتیو پرامپت رو اضافه کردم. و حیرت انگیزه. یه راه دیگه افزایش کیفیت با های رز بود. بریم که تستش کنیم. پارامترها تو تصویر نوشتم. خیلی عالی شد مگه نه؟ دوتا آپسکیلر برای انیمه خیلی خوب جواب میده. برای تغییر زاویه دوربین از این پرامپت استفاده کنید. الان دوربین از کناره، مثلا میخواییم دوربین از بالا یا از زیر یا از پشت باشه. بریم برای یه مثال خیلی جالب و معروف برای دیدن اهمیت نگاتیو پرامپت. اول یه مدل مرد ریال رو انتخاب کنید. میخوام سیبیل نداشته باشه، پس پرامپت میزنیم یه مرد بدون سیبیل. ولی برعکس یه مرد سیبیل خوشگل بشید. موضوع اینه که هوش مصنوعی کیورد ویدات رو نمیشناسه و فقط براش کلمه سیبیل و مرد مهمه. برای حل این موضوع به سادگی توی نگاتیو پرامپت تایپ می‌کنیم استش. یه پرامپت خوب شامل موضوع، متریال، آرتیست و وبسایت، استایل، جزئیات اضافی، رنگ و نورپردازی هست. دریم شیپر رو به عنوان مدل پایه انتخاب کردم و گفتم یه جادوگر بکشه. جادوگر هم سابجکت ماست ولی هوش مصنوعی وریشن زیادی داره. نگفتیم که پوزش چجوری باشه، چی پوشیده باشه، کجا باشه، چه سی داشته باشه، دستش چی باشه. یه سابجکت خوب شامل تمامی این جزئیات میشه. میدیوم متریالی هست که اثر هنری باش خلق شده. چند نمونه رو تو تصویر میبینید. او
بودن رزولوشن تو پرامپت خیلی مهمه. چند نمونهش رو مشاهده میکنید. رنگ طلایی رو اضافه کردم. نمونه‌ای از پرام برای افزایش جزئیات اضافی به عکس، سبک آرتیست و وبسایت، استایل و نورپردازی رو می‌بینید. و در آخر نگاتیو پرام تو اضافه کردم. پرام دیگه عکس باش جنریت شده رو زیرش نوشتم. در واقع ما اینجا به یک کیبورد خاص وزن دادیم. هر چقدر تعداد پرانتز بیشتر باشه وزن کیورد بیشتره و هر چقدر تعداد کروشه بیشتر باشه وزن کیورد کمتره. همین متد میشه برای نورپردازی رنگ و دیگر اجزای پرامپت به کار برد. مثلا اینجا رنگ طلایی وزن بیشتری در عکس سمت چپ داره. ممنونم که تا انتها با من همراه بودین. اگه دوست دارید بیشتر وارد جزئیات بشم حتما برام کامنت بذارید. در کنار شما بودن باعث دلگرمی منه. دوستتون دارم. خدایا رو نگهدارتون.